وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت‌پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می‌داند. پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید. اما اگر شما مردم را نبخشید، پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید. وقتی روزه می‌گیرید مانند ریاکاران خودتان را افسرده نشان ندهید. آنان قیافه‌های خود را تغییر می‌دهند تا روزدار بودن خود را به رخ دیگران بکشند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتن. اما تو وقتی روزه میگیری به سرت روغن بزن و صورت خود را بشوی تا مردم از روزه تو باخبر نشوند، بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن را بداند، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان می‌رسانند و دزدان نقب زده آن را می‌دزدند، ذخیره نکنید. بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمی‌رسانند و دزدان نقب نمی‌زنند و آن را نمی‌دزدند، ذخیره کنید. زیرا هر جا گنج تو است، دل تو نیز در آنجا خواهد بود. چراغ بدن چشم است. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است. اما اگر چشم تو سالم نباشد، تمام وجودت در تاریکی خواهد بود. پس اگر آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن چه ظلمت عظیمی خواهد. هیچ کس نمیتواند بنده دو ارباب باشد، چون یا از اولی بدش میآید و دومی را دوست دارد، و یا به اولی ارادت پیدا میکند و دومی را حقیر میشمارد. شما نمیتوانید هم بنده خدا باشید و هم در بند مال. بنابراین به شما میگویم برای زندگی خود نگران نباشید که چه بخورید و یا چه بیاشامید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است. به پرندگان نگاه کنید. آنها نه میکارند، نه درو میکنند و نه در انبارها ذخیره میکنند، ولی پدر آسمانی شما روزیانها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟
چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نبو می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود، اینطور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز برای امروز کافی. بخواهید به شما داده خواهد شد، بجویید پیدا خواهید کرد، بکوبید در به رویتان باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از اون نان بخواهد سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می‌خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسان‌های گناهکاری هستید می‌دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر باید مطمئن باشید که پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنانی که از او تقاضا می‌کنند عطا خواهد فرمود. با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آنها با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درندند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت.
نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد، بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً با آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی‌شناسم، از من دور شوی ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می‌شنود و با آنها عمل می‌کند، مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند، مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده با آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد.